شاد تو رسیدیم بخش دیگری از هلخوت تشوا بر طبق هارمبان در مورد افرادی که این لام حلق لولام حبا که حلق سهمیه لولام حبا ابدی متاسفانه ندارن. چرا؟ به خاطر رفتاری که انجام میدن و یکی از این موردها طریقی که از جامعه فاصله میگیرن. ببینیم به عزت هشم در ادامه بحث چه نوع افراد دیگه دست جز به این دسته هستن که خودمون رو تا اونجایی که میتونیم از این راه و روش ها دور نگه داریم. خوندیم با هم دیگه محتیه ها ربین، اونهایی که باعث گناه جماعتی میشن یا گناه شخصی موجب گناه دیگران میشن، وسیله گناه قرار میگیرن. محتیه ها ربین، اونها نیز غلام حباشون رو در خطر میندازن، چرا که تنها گناه خودشون نیست، گناه دیگران هم هست. بار گناه دیگران اتفاقا سنگین تر از بار گناه خود شخص. خود شخص میتونه تشوبا بکنه، اما بار گناه دیگران رو چطور بتونه پاک بکنه بسته به تشوبای دیگرانه. و گفتیم که معمولا موقعی که شخص میخواد گناهی بکنه برای اینکه شرمش براش کمتر باشه دنبال شریک جرم میگرده و همین باعث میشه که گناه رو عادی، معمولی، ساده، طبیعی جلوه بده که دیگران نیز در دامش باشن، به عنوان یک سیاهی لشکر عده‌ای رو همراه خودش بکنه که به نظر احساس یا عذاب وجدان خودش رو کمتر بکنه. که خیلی دیگه از افراد هم نیست در این گناه آلودن و تنها این خودش نیست و این خودش در واقع یک دامیه که چاهیه که بیشتر داره برای خودش میکنه. هرچقدر پنهانی تر بخواد گناهی رو انجام بده هنوز راه برگشتش و تشوباش ساده تره و چه بسا هنوز علام حباش هم سر جاشه، فقط یک جرمی لکه میشه در پروندهش. اما اینکه بخواد برای راحتی فکر خودش یا وجدان خودش گناه رو پخش بکنه که دیگران هم آلوده بشن و جمعاً گناه بکنن که طبیعی به نظر برسه، در واقع داره علام حباش یک عذر بدتر از گناه رو انجام میده. و اینجا هارمبام داره به ما هشدار میده که تا اونجایی که میتونه انسان سعی کنه از گناه جماعتی فاصله بگیره. حتی اگرم خودشم از نظر کنترل نفس بر خودش نمیتونه حریف بشه، اما هنوز پای دیگران رو وسط نکشه، نخواد دیگران نیز در گناه اون آلوده بشن که بخواد رنگ و طعم و مزه گناه رو کمتر بکنه و طبیعی جلوه بده. ببینیم بحث دیگر هارمبام هپورش میدرخه سیبور، همینطورم افرادی که از راه جماعتی درخه سیبور خودشون رو دور میکنن. هپورش میدرخه سیبور افر پیشلا ور اورود، حتی با اینکه گناهی انجام نداده، الا نیودل معدت اسرائیل، بلکه اومده خودش رو جدا کرده از قوم اسرائیل و نمیاد با اونها
میسوت انجام بده. ولون نخنس به سرطان نمیاد رنج اونها رو نیز بر خودش قرار بده، شریک باشه. ولون نتعنه به تعنیتان نمیاد در تعنیت اونها شریک باشه و تعنیت بگیره. هر موقع رنج جماعتی، تعنیت جماعتی، میسوای جماعتی خودشو کنار میکشه. الا هلخ که حد میگویه ها عارف، بلکه مانند یکی از اقوام دنیا بیعتنا قریبه با جماعت اسرائیل رفتار میکنه. اخ ایلو اینو مهن، و مثل این که اصلا خودشو جزء اونها نمیدونه. اینو حلق لولام هم با میگه همچین شخصی که نمیخواد در قوم اسرائیل در اولام هزه جای نامی داشته باشه، در اولام هبا هم نیز جای نداره. اینو حلق لولام هبا، یعنی این که فاصله گرفتن از جماعت اسرائیل مانند فاصله گرفتن از اولام هبا اسرائیل. پس از اینجا میتونیم عکسش هم رو یاد بگیریم. کسی که اتفاقا میاد پا به پای قوم اسرائیل، تو هر موقعیتی، تو هر رنجی، تو هر سختی هنوز خودشو شریک میدونه، میاد تا اونجایی که بتونه بالاخره در میسوای جماعتی شرکت میکنه، میاد با تفیلوت، با جشنها، با تعنیتها حضور خودشو در جامعه نشون میده. میگه میبینیم حتی با اینکه کاری هم ازش نیاد، ولی چون خودش رو قطره‌ای در این اقیانوس حس میکنه و حلقه‌ای در زنجیر، در اولام حبای خودش هنوز جای داره. پس تا اونجایی که میتونیم جزء جماعت باشیم که زخوت جماعت هم ماگنمون باشه، تا اونجایی که میتونیم میسوامون رو جماعتی انجام بدیم نه گناهانمون رو، تا اونجایی که میتونیم پخش میسوا داشته باشیم نه پخش گناه، و همین حالت استواری و پشتیبانی از قوم اسرائیل حتی از نظر حضوری غلام حبای شخص رو تضمین میکنه. و ما در پاراشای شفتیم دیدیم موقعی که در قوم اسرائیل میخواستن به جنگ برن، در تورا میگه کوهن باید تمام اون سربازانی که بعد به جنگ برن و در یک میدون جمع بکنن. بعد از اینکه اعلام جنگ میکنن و همه جمع میشن، کوهن اعلام میکنه ببینم کیه که تاکستانی کاشته و هنوز مو انگورچینی نکرده، برگرده. یه دهی بر میگردم. کیه که نامزد کرده و هنوز خوبا نرفته، برگرده، برمیگردم. کیه که خونه ساخته و هنوز افتتاح نکرده، برگرده، برمیگردم. خلاصه یه عده ای رو معاف میکنه و در پایان میگه کیه که اصلا میترسه، دلش به جنگ نیست، اونم برگرده، یه دهی هم برمیگردم. سوال اینجاست چرا اصلا از همون اول اینایی که قراره برگردن رو اینجا جمع کردیم؟ موقعی که اعلام جنگ میکردن که سربازا بیان در میدون جمع بشن، میگفتین آقایون اونهایی که تحت این شرایط نیستن، نه خونه ساختن، نه ازدواجی کردن، نه تاکستانی کاشتن، اونهایی که تحت این شرایط نیستن و هنوز دلیل و شجاع هستن، اونا بیان. چرا اول همه رو جمع میکنن و دونه دونه اده اده اشخاصی که معافن رو میفرستن خونه؟ بلکه هخامنه‌ای جواب میدن، میگن اتفاقا حتی اونی هم که معافه باید اول بیاد خودشو نشون بده،
حالت پشتیبانیش، حضورش که باعث روحیه برای دیگری بشه، بعد اون موقع است که به دلیل معاف بودنش و دلیل موجه بودنش برمیگرده خونه. اما نه این که بگه خب ما که میدونید تازه نامزد کردیم، ما که تازه خونه ای ساختیم، به ما نمیرسه، ما معافیم. خودش دم کرسی و دم بخاری خودش بشینه، اون موقع دیگری رو بخواد نامیدوارانه تنها بفرسته به جنگ. پس میبینیم حتی اگرم شخص فکر میکنه یک ذره هنوز موجهه، بهانش یا دلیلش موجهه که در این میسوای جماعتی شرکت نکنه، هنوز حضورش رو اول نشون بده، بعد خودش رو معاف بکنه. هنوز اون روحیه رو در دیگری پدید بیاره که ماشاءالله چقدر اومده بودن کنیسا، ماشاءالله چقدر برای فاندریزینگ یا برای کمک به این شخص یا خانواده یا مؤسسه آدم اومده بود. اول خودش رو نشون بده، حتی اگر هم نمیخواد دست چکی امضا بکنه و یا کمکی بکنه، هنوز حضورش باعث روحیه برای دیگری میشه. هنوز حضورش کمکه، اینکه هنوز خودش رو شریک غم جامعه و یا میسوای جامعه میدونه که احساس مسئولیت میکنه که اونجا باشه، تو هر مقدار و تو هر طریقی که میتونه گوشه بارو بگیره. پس درسته همه شاید نتونن از نظر جونی به جامعه کمک بکنن، همه شاید نتونن از نظر عقلی یا از نظر فکری یا از نظر پولی به جامعه کمک بکنن، ولی آیا میتونن از نظر حضوری به جامعه کمک بکنه؟ حداقل بیاد باعث روحیه برای دیگری بشه که اگر اون سربازا میومدن توی میدون میدن یه مش سرباز اومدن، بقیه دنبال کار زندگی خودشون، اصلا کسی به فکر نیست. اون موقع بود که اون سربازم با روحیه ضعیف میرفت به جنگ و معلوم بود که جنگ شکست میخورد. ولی موقعی که میبینه هزاران نفر اومدن ولی به دلایلی موجه کهن یا دولت اونها رو میفرسته خونه، موقع است که در خودشون احساس روحیه و امید میکردن که تونستن خدا رو شکر حداقل در این نبرد، در این قدم برای جامعه مؤثر واقع بشه. پس از اینجا میبینیم حتی حضورمون در کنار خانواده، در کنار جامعه بی تأثیر نیست، که حضور ما خودش یک مایه امیدیه برای دوستان، اطرافیان، خانواده و جامعه. پس این که هارمبان میگه هپورش من هسیبور، کسی که میاد از جامعه فاصله میگیره، خودش تنهایی مینیان خودشو داره، تنهایی میسوای خودشو داره، تنهایی پرش میدرخه سیبور. موقعی که موضوعی پیش میاد میگه آقا حسن ماشاءالله این همه میلیونر، این همه پولدار تو اسرائیل هست، این همه عاقل تو اسرائیل هست، این همه ربای تو اسرائیل هست، بالاخره تا حالا شده کمک کردن و بازم میکنن، حالا من برم نرم برای من چه سودی داره؟ حب پرش میدرخه سیبور، با این که میگه لا آور آورا گناهی نکرده، ولی هنوز این حلق نولام حبا علام حبا هم نداره، چون خودش رو شریک بار مسئولیت و هدف جامعه نمیدونست، پس در عاقبت جامعه هم سهمی نداره. اما دسته دیگه که اینها علام حبا ندارن،
که یه مقدار سخته، مخصوصا تو دوره ما. ها اوسه اوروت به ید راما، کسی که میاد با دست قوی، با دست بلند، با افتخار به ید راما اورا گناه انجام میده بدون هیچ شرم و بدون هیچ پوزشی عذرخواهی. تازه میاد مثل این که خودش رو درست و صحیح جلوه میده و دیگران رو اشتباه. بیاد راما دست بلند بدون این که قبول کنه کارش اشتباه، میاد و تورا رو زیر پا میگذاره. ها اوسه اورود بیاد یاما که هویاکیم، مانند یهویاقیم که مردم رو بود پرستی بود. بین شاسا کلوت بین شاسا حمورود، چه گناهی که انجام میده یک گناه ساده است کلوت، و یا حمورود گناهان کبیره بود خیلی سخت سنگین. این که فقط چطور به یاد راما داره با افتخار این گناه رو انجام میده، این باعث چی میشه؟ سنگینی گناهش که این رو حلق علام حبا علام حباش از دست میده. پس یعنی کسی که گناه رو داره انجام میده ولی در حین گناه هم عذاب وجدان داره، و برای اینکه عذاب وجدانش اون رو آزار نده میاد این رو تقریبا رسمی پابلیک در ملای عام خوب و درست جلوه میده که نه کار من اشتباه نیست. این حرف ها چی آقا؟ میاد مرزها رو با افتخار بدون هیچ شرم و حیایی، بدون هیچ عذاب وجدانی، احساس گناهی، میاد تمام مرزها رو زیر پا میگذاره و گناهان رو حتی کوچیک میگه ساده زیر پا میگذاره، میگه متاسفانه علام حباشو داره از دست میده. پس یعنی اگر انسان حداقل در هنگام گناه یک ذره عذاب وجدان، شرم و حیا داشته باشه که هنوز خجالت بکشه موقعی که در ملای عام اون گناه رو انجام میده و هیچ حالت رسمیتی به اون نده، هنوز خود این علام حباشو براش حفظ میکنه. پس درجه گناه نیست سبک یا سنگین بودن گناه که علام حبا رو از شخص میگیره، اون احساس و حالتی که انسان گناه را از در انجام میده اونه که علام حباشو در خطر میدازه. پس یعنی میتونه بالاترین و سنگینترین گناه هم انجام بده اما هنوز علام حباش سر جاشه. چرا؟ چون با شرم و احساس گناه اون گناه را انجام میده و قبول داره که اونه که کارش اشتباس، اونه که نمیتونه جلو خودشو بگیره، اونه که در راه اشتباس، نه اینکه این هیچ دلیلی برای انجام میسوت نیست یا این گناهان هیچ مسئله نیست هنوز میشه انجام داد. پس کسی که قبول اشتباه داره، حتی با اینکه داره اشتباه میکنه، هنوز جرمش از کسی که داره گناه میکنه اما قبول نداره که این گناهه، تازه با افتخار میاد اون رو انجام میده، این در واقع باعث چی میشه؟ که علام حباشو داره در خطر میده. چرا؟ چون به خاطر این که با بیشرمی و با بیحیایی
بدون احساس گناه شخص داره میگه این گناه گناه نیست. این چیزی که در تورا گفته که این اشتباس و گناهست درست نیست. در واقع داره برخلاف منطق و فلسفه و تشخیص تورا میره جلو. که من درستم و تورا اشتباه میگه. چرا؟ چون هیچ اشتباهی من در این نمیبینم. به همین دلیل متاسفانه گناهانی که شخص دست بلند در ملأ عام با جسارت با گستاخی انجام میده داره مخالفت خودش رو با تمام فلسفه تورا نشون میده که من بهتر از تورا میفهمم، من بهتر از خداوند میفهمم، این گناهان بی تأثیر هم. اصلا این چیزی نیست، این که مسئله نیست که این بی دلیل نوشته شده. پس فقط با یک گناه یا با یک فرمان نیست که داره مخالفت میکنه، با داره با تمام تورا مخالفت میکنه. فهمدل هارنبا میگه مواظب باش، میخوای گناه بکنی؟ بالاخره سخت، آدم آریشون هم گناه کرد، نتونست جلو خودشو بگیره، میفهمم، اما نه اینکه جماعتی گناه بکنی در پنهانی. میخوای گناه بکنی نمیتونی جلو خودتو بگیری، اوکی، اما مهر کشروت رو این گناهت نزن، در ملأ عام با افتخار گناهو انجام نده، قبول کن که تو کارت اشتباس، ولی خب نمیتونی خودتو کنترل بکنی. پس میبینیم حالتهایی که انسان استفاده میکنه برای اینکه خودشو تبرئه بکنه، جاستیفای بکنه در این دنیا، اتفاقا بیشتر داره خودشو محکوم میکنه در نظر خداوند. پس هر چقدر انسان بیشتر خودشو محکوم بکنه، قبول اشتباه بکنه، داره خودشو جاستیفای میکنه، داره در نظر خداوند بیگناهیش رو بیشتر میکنه. پس نیاییم زرنگی بکنیم بگیم من نبودم، دستم بود، تقصیر آسیم بود، این قوانین چیه، این هلاخه ها چیه. اتفاقا بگیم ای کاش منم میتونستم واقعا هر صبح تفیلان میسوتن، هر شب شما اسرائیل، هر موقع سر سفره برکت آمازون، ای کاش منم میتونستم انجام بدم. اتفاقا بیایم احساس ضعف و دلتنگی نشون بدیم که حیف که من نمیتونم اینا رو انجام بدم، حتی با این که انجامم نمیده، ولی چون دلتنگی داره خداوند براش میسر میکنه. چیزی که بارها گفتیم که شخص نگاهش باید به آسمان باشه و بگه خداوند متی یگیو معسی لمعسی ابوتی ابرام اسحاق و یعقوب، کی میشه که منم خداوند درجم مانند ابرام اسحاق یعقوب برسه، پدرانم این همه قدوسیت و نزدیکی رو به تو بتونم کسب کنم. خداوند میگه پس تو دلتنگ و آرزومنده درجه ابراهیم اسحاق یعقوب هستی، اینقدر پس تو قبول داری که درجات خیلی بالاتر از این از درجات تو هست، تو هنوز نیمه راس وسط راهی، برات درستش میکنم، میسر میکنم. پس موقعی که آدم بیاد دلتنگ یک میسوایی بشه، داره در واقع اون میسوا رو صدا میکنه، داره اون میسوا رو برای خودش امکان پذیر میکنه، داره کمک شامعیم رو برای خودش کسب میکنه. موقعی که نه این که بیاد دلیل بیاره که نه این روزه و این دوره و این موقع دیگه میسوا دیگه، نه اتفاقا ای کاش، چرا نه، ای کاش میشد ما هم میتونستیم شباتمون واقعا شبات، ای کاش ما هم میتونستیم
وقتی بگذاریم در روز برای تورا، برای مطالعه تورا، برای انجام ای کاش منم میتونستم گذشت کنم، ای کاش منم میتونستم مثل طرف ببخشم، ای کاش منم زیاد انقدر نکته سنج نبودم. کسی که میاد اتفاقا قبول میکنه و اعلام میکنه که یه اشکالی داره، یک ضعفی داره و در پی یه راه حلیه که چطور بتونه این ضعف رو و این اشکال رو برطرف کنه، ولی خب هنوز نتونسته و هنوز در وسط راهه، خود اون چه بسا یک پشتیبانی از میسوت و تورا میشه و یک زخوتی میشه که شاید خودش هم اگر نتونه دیگران تشویق بشن برای انجام میسوت، چون میبینن این چقدر براش میسوای مهمه که میگه ای کاش منم میتونستم انجام بدم. چیزی که اگه یادتون باشه قبلنا تو صحبت ها گفتیم، بعض موقع هست مثل پاراشای هفته پیش، پاراشای برشید، که ساتان نحاش دلش نمیشنوه که چطور شخصیتی چون آدم هاریشان یه سیر کپاف شلقودش بارو خوب، همچین صدیکی، همچین شخص مقدسی بتونه تو گن ایدن در تمام دنیا یک تاز پیش رو و ممتاز باشه. بعض موقع ساتان حسودیش میشه، همونطور که به ابرام آوینو هم حسودیش شد، به ایوب هم حسودیش شد، به آدم هاریشون و حوا هم حسودیش شد، که آخه یه آدم ها یه گن ایدن این همه مال و دارایی رو، این همه خلقت و آفرینش رو خداوند در دست یه نفر قرار داده. بعض موقع است که بله ساتان شخص رو تارگت، هدف قرار میده و اینجا داره تورا به ما یاد میده که میخوای از ساتان، از نیش ساتان، از زهر ساتان به دور باشی، حتی با این که از تورا دوری ولی دلتنگ تورا باش. هنوز قبول کن که راه تورا بهترین راهه، میسوت معصیم توبیم بهترین طریقی که انسان میتونه نزدیکیشو با خودش و دیگران پدید بیاره. کسی که هنوز فکرن با تورا و خداوند مرتبطه، حتی اگرن عملن جسمن رفتارن با تورا در ارتباط نیست، اما فکرن و قلبن دلش با توراست، با میسوته، میدونه که همچین گنج نایابیه که همه نمیتونن دست پیدا بکنن. کسی که هنوز عظمت تورا و میسوت براش بالاست، هنوز داره ارتباطشو به خداوند بیشتر میکنه و با ساتان دورتر و کمتر. پس یکی از طریقهایی که انسان میتونه زهر ساتان، زهر نحاش کدمونی رو از همون ابتدای آفرینش از خودش دور بکنه چیه؟ این که هنوز دوستدار تورا، دوستدار میسوت باشه، حتی با اینکه هنوز هم انجام نمیده، عشقش با تورا باشه، فکرش، دلتنگیش، علاقهش به تورا و میسوت باشه. پس بعض موقع هست که بله ما بعضی از میسوت رو بلد نبودیم، نخوندیم، یاد نگرفتیم، انجام ندادیم، عادت نداریم، نمیتونیم. اما هستن عده‌ای در اطراف ما که باروخ هشم میسوت رو به موقع، به جا، درست، با افتخار انجام میدن و خیلی راحت تر از ما انجام میدن. ما میایم میسوا رو انجام بدیم،
هی ساتان سنگ میندازه جلو پامون، دیر میشه، گرون میشه، سخت میشه، ولی دیگران بارو خشه میسوای رو چه راحت انجام میدن. و امکان داره بعض موقع این برای ما جای حسادت بیاره که بگیم چرا باید اینا راحت تر از ما میسوتا انجام بدن، و برای اینکه احساس کمی نکنیم امکان داره بخوایم اونا رو پایین بیاریم، بگیم اینا هم ماشاءالله دیگه داتی شدن و دیگه تشوبه کردن و دیگه. میگه به جایی که این کارو بکنی بیا در زخوت اونها شریک شد. چجوری؟ با تشویق اونها، با تعریف از اونها، بگو ماشاءالله باروخ هشم خوش به حالتو که شما میتونید این میسوای رو انجام بدید. کاش که منم انقدر میتونستم کنترل اعصاب داشته باشم که منم عصبانی نشم، منم از کوره در نرم. ماشاءالله باروخ هشم که شما این همه سلف کنترل، کنترل نفس دارید که جلو زبونتون رو میگیرید، جلو اخلاقتون، جلو عکس العملتون، جلو رفتارتون رو میگیرید. نه اینکه بگیم آقا این هم سیب زمینی بی رگ، انگار نه انگار اصلا کر نمیکنه. نه، بگیم خوشا به حال اینا که میتونن کنترل خون سرد باشن و هی جای بهانه گیری نداشته باشن. میگه کسی که بیا از میسوت دیگری، از پیشرفت دیگری تعریف بکنه، نه اینکه تازه انتقاد بکنه، در زخوت دیگران، در زخوت میسوای دیگران شریک میشه. میبینه یک باره تو پروندهش باری از میسوت دلیوری شد. از کجا؟ من که میسواره انجام ندادم، تو ندادی، همسایت انجام داد. خب بچه رو آدرس من اومد چون تو تشویقش کردی. هر موقع که میدیدی دست بچه هاشو گرفته داره میره کنیسا، میگی باروخ هشم واقعا کلک آورد، خوش به حال شما که میتونید شباتتون سر جاش باشه، موعدتون سر جاش باشه، منی که باید هنوز برم سر کار. با این که میره سر کار، ولی چون تشویق میکنه از همسایش که شمر شبات یا شمر یوم توه، زخوت اون همسایه هم در پرونده اون قرار میگیره. پس میبینیم که این که انسان بیاد راما بخواد با گستاخی، با افتخار گناه بکنه و هیچ نوع احساسی گناه نکنه، داره بار گناهش رو سنگینتر میکنه. و کسی که با شرم و حیا گناه میکنه، حتی با اینکه اون گناه رو میکنه، ولی هنوز در خودش خجالت میکشه که چرا من باید هنوز این گناه رو بکنم، داره بار گناهش رو کمتر میکنه. پس اینکه دو نفر با هم دیگه میرن گناه میکنن، ولی اون یکی میبینه اه دردسر زندگی اون یکی کمتر از اینه، میگه ما که با هم گناهی رو کردیم، پس چرا اون چوبشو کمتر داره میخوره؟ چون اون شاید با شرمساری این گناهو کرد، اما تو با دست افتخار، با بیاد راما، با دست بلند که آخ جون. پس انسان میتونه خودش ترموستاتو در دست داشته باشه که کوره جهنم رو برای خودش سردتر یا گرمتر بکنه. این که با چه احساسی انسان اون گناه رو انجام میده و با چه احساسی میسوت رو دنبال میکنه. آیا میسوایی که انجام میدم باعث افتخار خداوند میشه یا باعث افتخار خود من؟ من در نظر مردم بالا میرم یا خداوند در نظر مردم بالا میره؟ کدومش بیشتر مطرحه؟ که آیا برای خداوند دست بزنن بعد از اینکه من میسوای رو کردم، یا برای من دست بزنن؟ این که انسان میسوت رو وسیله کسب افتخار قرار بده،
الان که همه به من دیگه تعظیم بکنن، الان که همه بگن شما چقدر آدم عاقلی هستید، چقدر شما خوب هستید، چقدر صدیق هستید، این که شخص با انجام میسوتش میخواد خودشو بزرگ بکنه یا میخواد خداوند رو بزرگ بکنه. پس تمام اینها توی درجه و تأثیری که انسان میسوتی رو انجام میده موثره. پس نیایم میسوت خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم، بگیم خب منم شما شباتم، پس چرا اون انقدر جلوتر منه؟ بستگی داره کاملا به حالت و فکر و احساسی که ما قطعی میسوتمون میکنیم، نه فقط میسوایی که انجام میدیم. آیا موقعی که در یک کمپانی، در یک جشنی، در یک جایی وارد میشیم، آیا باز میگن باز این اومد؟ یک بار مردم یا ذره به خودشون حالت آگاهی میدن، یا اینکه میگن او بار خشم که اومد، مشتاقن مردم که ما رو ببینن. این که انسان از نظر صفات، از نظر اخلاق چه نوع احساسی در فکر و قلب دیگران پدید میاره، چیزی که در سفر مثلت یشاری میاره، در سفر مثلت یشاری میگه بیش از اون چیزی که ما احتیاج به صابون داریم که دست و رومون رو بشوریم که میکروب های بدنمون رو دور بکنیم، بیش از اون احتیاج به صابون های روحانی داریم که از نظر اخلاقی، از نظر صفات، از نظر میدود چطور تمیزی و پاکی رو حس بکنیم. و میگه ما این سفیلت مثلت اشاره ما صبح شبات تو کنیسا میخونیم قبل از تفیلات ساعت 8 صبح. آقای سعیدی هم سعی تلاششون رو کاملا میکنن که بیان، که میگه همونطور که ما سه رنگ اصلی داریم، پرایم کالرز، که بقیه رنگ ها از این سه رنگ اصلی میان، قرمز، آبی و زرد، بقیه تمام رنگ ها از این سه رنگ اصلی میاد، همینطور هم ما چهار تا میدود، چهار تا صفات زشت زننده اصلی داریم که بقیه تمام صفات و اخلاقیات زننده از این چهار تا میان. این چهار تا چی هستن؟ اولیش گعوا، غرور، دومیش کأس، عصبانیت، سومیش کینه و حسادت، و چهارمیش تعوا، هوا و هوس. میگه اگر کسی این چهار تا خصلت رو حواسش بهش نباشه، بقیه تمام خصایل زننده هم رو نیز به دست میاره، تو چاه میفته. اما کسی که از این چهار تا خودش رو مواظبت بکنه، بالاخره امروز یه ذره میتونه، فردا یه ذره بیشتر، نه اینکه کاملا همه ما فرشته هستیم، ولی حواسمون به این چهار تا خصلت زننده باشه، میگه از بقیه خصلت های زننده دیگه نیز میدوت راوت، از صفات زننده و زشت دیگه هم نیز خودتون میتونه کنترل بکنه. و اولیشو چی نام میبره؟ گعوا، غرور. آیا ما غرور و افتخار چی برامون مهمتره، خداوند یا خودمون؟ و این چیزیه که داره میگه از نظر روانشناسی موقعی که آدم میبینه که در اشتباس، برای اینکه اشتباهش برملا نشه، اشتباه دیگری رو میگیره، و برای اینکه بتونه اشتباه دیگری رو بگیره، بعد خودشو درست جلوه بده که دیگری رو اشتباه جلوه بده. به همین دلیل افرادی که میبینیم هر چقدر بیشتر میخوان اشتباه خودشون رو کتمان بکنن یا پنهان بکنن یا سرپوش بذارن، بیشتر میان تبلیغ خودشون رو میکنن که ما درست میگیم، کار من درسته، نه دیگران، نه تورا، نه میسود.
هر چقدر بیشتر میخواد خودشو خوب جلوه بده که بیشتر رو گناه و اشتباه خودش سرپوش بگذاره. بندل میگه متاسفانه کسی که میاد و با ید راما، کسی که میاد با دست بلند میاد گناه و یا اشتباه میکنه، متاسفانه داره چیکار میکنه؟ میاد یه ذره آبروی خودش رو حفظ بکنه در این دنیا که خودش رو خوبه جلوه بده، داره اولام حباش رو از دست میده. پس قبول اشتباه، این که بله من اشتباه میکنم، ای کاش میشد نکنم، خودش میتونه از شدت گناه ما کم بکنه، از اون حالت سیاهی لکه پرونده ما کم بکنه. این که انسان قبول بکنه که این حرف من به جا نبود، این کار من درست نبود، ولی خب عادتم شده چیکار بکنم، ولی هنوز قبول بکنه اونه که در اشتباس، نه این تشخیص یا تصور دیگران. ترمیدن یا آقای مست شبونه نصف شب اگزیت اشتباه میاد تو هایوی خلاف جهت هایوی ترافیک، رادیو رو روشن میکنه، میبینی که رادیو میگه رانندگان هایوی مثلا 23 مواظب باشید، یک شخصی دیوانه داره مخالف جهت رانندگی میکنه. طرف میگه اینو ببین، یه دیوونه، یا عالمه دیوونه دارن خلاف جهت رانه، خودشو درست جلوه میداد و میگه دیگران اشتباه میکنن. میگه متاسفانه اگر شخص نمیتونه جلوی گناهشو بگیره، حداقل علام حباتو از دست نده، حداقل قبول کن آقا این اشتباه از من، چیکار کنم، ای کاش بتونم درست کنم. اما نه این که بیای تازه بگی این حرفا چیه و تورا و مسوت رو پایین بیاری که کار خودتو درست جلوه بدی و بیاد راما با دست قوی و بلند بخوای انجام بدی. And last but not least، شخصیت دومی که هارنبام گفت علام حبا نداره چیه؟ و زو هنقرام گله پانیم به تورا، و کسی که میاد خلاف تورا با تورا مخالفت و زدیت میکنه، میگه نه آقا اینا چیه؟ میپنش چه ایز میسخو و گله پاناو ولو بوش میدیوره تورا، به خاطر اینکه با همچین گستاخی هیچ شرمی نداره که بخواد با کلام خداوند که تورا باشه مخالفت بکنه، میاد نظریه ناقص شخصی خودش رو ارجعیت میده به نظریه تورا، به نظریه خداوند. پس میبینیم که میتونه عمق گناه و اشتباه شخص تا به کجا برسه که حتی تورا هم رو قبول نداشته باشه و فکر کنه که تورا هست و شالوم اشتباه میگه و اونه که درست میگه، که این میسود، این طریقه برداشت و فلسفه و عقیده ها مال امروز نیست، یه مش خرافاته. چرا؟ چون خودش نمیتونه جلوی نفس خودشو، هوا هوا نفس خودشو بگیره، مبادا که خودش جلوی مردم اشتباه جلوه بده، میاد تورا رو پایین میاره و اشتباه جلوه میده که خودشو درست کنه. خداوند میگه گستاخی تا این حد علام حباد رفت. و بیاد به زدشه با درسی که امروز از هارنبام گرفتیم، اول شرم گناه رو در خودمون زیاد بکنیم و بعد ترک گناه رو. اول قبول بکنیم که ما در اشتباه هستیم و بعد راه ترک گناه رو به خوبی در خودمون بیشتر بکنیم.
هشم کمک کنه که به عزت هشم بتونم به درجه به خوبی برسیم. باروخ هشم لعالم. آمین و آمین.